توی این برنامه میخوایم بریم سراغ دوتا از پرکاربردترین ابزارهای برنامه پیکس آرت، یعنی استیکر و ریپلیز. سلام، من سارا شفقی هستم و اینجا استدیوی سیب اپه. توی قسمت قبلی در رابطه با برنامه پیکس آرت به صورت کلی صحبت کردیم و با قسمت‌های مختلفش آشنا شدیم. اگر قسمت قبل رو ندیدین میتونین از طریق لینکی که براتون به نمایش گذاشته میشه اول قسمت قبل رو ببینین و بعد بیاین اینجا. خب بریم داخل برنامه پیکس آرت و با قسمت ریپلیس شروع کنیم. توی قسمت قبلی رفتیم تو بخش create و اون پایین دیدیم که در واقع ریپلی هایی که ترند هستن رو برامون به نمایش میذاره. اگه دوست دارین میتونین همینا رو انتخاب کنید، اما اگه دنبال گزینه های بیشتر هستین میایم از این قسمت بیرون و میریم توی بخش discover. اون بالا سرچ میکنیم هر چیزی که دوست داشته باشیم رو، هر موضوعی که دنبالش باشیم تو همون بخش ریپلی. مثلا من اینجا مینویسم وینتیج و برای من ادیت های وینتیجی رو در واقع به نمایش میذاره. میتونم اینجا یکی از اینها رو انتخاب بکنم و میبینید که اینجا زده choose my photo، یعنی میتونین عکس خودتون رو انتخاب کنید و دقیقا این همین ادیت روی عکس شما پیاده بشه. خب بیاین اینجا با هم دیگه یه دونه عکس انتخاب بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینجا یه عکس سلفی خودم رو انتخاب میکنم. میبینید که ادیت روش پیاده شد. کافیه شما فقط گزینه next رو بزنید و هی برید مراحل بعدی تا همون ادیت عیناً روی عکس شما پیاده بشه. اما این نکته هستش، توی قسمت‌های مختلفی که شما دارین نکست رو می‌زنید، باز شما میتونید هر دستکاری که می‌خواید رو روی عکس انجام بدید. اما اگه می‌خواید عین همون ادیت روی عکستون پیاده بشه، فقط باید همون گزینه نکست رو بزنید. خب حالا اینجا برای ما ادیت خودش انجام داده و رفتیم توی منوی ابزارها. اون پایین شما کلی ابزارهای مختلف می‌بینید که ما توی قسمت‌های بعدی دونه دونه اینا رو برای شما توضیح میدیم که چی هستن. اما فرض کنید که با این تصویر اوکی هستید و میخواین سیوش بکنید. اون بالا یه گزینه فلش میبینید. از این طریق میتونید عکستون رو سیو کنید. حالا اینجا سه تا انتخاب به شما میده. میتونید با فرمت JPG یا به صورت PNG یا PDF عکستون رو سیو کنید که ما پیشنهاد میکنیم اگر میخواین تصویرتون رو در داخل فضای مجازی مثل اینستاگرام پست کنید به صورت JPG سیوش کنید. خب الان اینجا من همون گزینه JPG رو انتخاب میکنم. اون بالا یه اهرم داریم که میتونید کوالیتی تصویر رو تغییر بدین و همونطور که میبینید وقتی من اینو میارم پایینتر در واقع سایز فایل هم تغییر پیدا میکنه. از طرف دیگه میتونید حتی عرض و ارتفاع هم اینجا تغییر بدید. حالا من میذارم رو 100% و سیف میکنم. اینجا دیگه تصویرم سیف شده. حالا یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگر اون بالا گزینه نیکست رو بزنید همونطور که میبینید هم میتونید تصویر رو سیف بکنید هم میتونید گزینه پست رو بزنید. اگر گزینه پست رو بزنیم که خب توی خود برنامه در واقع پیس آرت با اون هشتگایی که اون بالا میبینید میتونید تو برنامه در واقع پست کنید تصویرتون رو. یه گزینه هم اینجا داره به اسم ریپلی. دوباره اگر فعالش بکنید تصویر شما میره داخل همون ریپلی ها که کامل توضیح دادیم، یعنی مثلا شما یه ادیت رو انجام دادین تو قسمت ریپلی ها اگه بره بقیه افراد هم میتونن ازش استفاده کنن. حالا اگه اینجا ما گزینه پست رو انتخاب کنیم، اگه دان رو بزنیم داخل خود پیکس آرت عکسمون منتشر میشه. اگر هم میخوایم توی پلتفرم های دیگه در واقع انتشارش بدیم میتونیم انتخاب کنیم از طریق گزینه مور اون اپلیکیشن انتخاب کنیم و پستش کنیم. خیلی خب بریم سراغ قسمت بعدی که در واقع استیکر هستش. دوباره برمیگردیم توی بخش دیسکاور و اون بالا استیکر مد نظرمون رو میتونیم سرچ بکنیم. میریم توی طبقه تپ استیکرز، مثلا سرچ میکنیم اپل. حالا اینجا برای ما یه سری گزینه میاره، میتونیم هر کدومو که مد نظرمون هست انتخاب کنیم. مثلا من یه گوشی آیفون انتخاب میکنم و توی این قسمت باید بزنیم add to my image تا دوباره بتونیم تصویر مد نظرمون که میخواییم استیکر روش بندازیم انتخاب کنیم. ما اینجا این تصویر انتخاب میکنیم و حالا با اهرمی که اینجا هست تکونش میدیم و جایی که مد نظرمون هست انتخاب میکنیم که قرارش بدیم. حالا اینجا توی نوار پایین یه سری گزینه داریم که باعث یه ادیت حرفه‌ای تر میتونه بشه. مثلا الان میتونیم چند تا از این گزینه‌ها رو با هم بررسی کنیم. گزینه اول که سیمیلار هستش، مثلا ما سرچ کردیم اپل،
یه سری استیکرهایی که نزدیک هستن در واقع به این واژه رو برای ما به نمایش میذاره و با انتخابش میتونیم یه استیکر دیگه اضافه کنیم به تصویرمون. اگرم که نخوایم زبده رو میذاریم و حذف میشه. گزینه بعدی اوپاسیتی هستش که با تغییر دادن اهرمی که اینجا هستش میتونید وضوح استیکرتون رو انتخاب کنید که تا چه میزان باشه. اما گزینه بعدی که بلند هستش، در واقع از طریق این گزینه هایی که اینجا هست میتونید انتخاب کنید به چه نحوی اون استیکر توی تصویر شما نمایش داده بشه، که ما اینجا گزینه نرمال انتخاب میکنیم. گزینه بعدی که افکت، میتونید در واقع چیکار کنید؟ افکت های مختلف رو روی استیکرتون پیاده بکنید. و گزینه بعدیش هم بوردر هستش که در واقع یه نواری دور اون استیکرتون، حالا برای تاکید بیشتر میتونید ازش استفاده بکنید. و گزینه بعدی هم که خب سایه اضافه میکنه به استیکرتون برای طبیعی تر جلوه دادن. و ادجاست رو داریم که میتونید نور و رنگ استیکرتون رو باهاش تغییر بدین. و در آخر هم که میتونید انتخاب بکنید که استیکرتون به چه نحوی روی تصویر قرار بگیره، میتونید میرورش بکنید، میتونید حالا زاویه‌اش رو تغییر بدین و از اینجور مسائل. حالا بریم با هم دیگه یه ترفند خیلی جالب رو ببینیم. اون بالا شما یه علامت پاک کنتوری میبینید. کافیه که برین جلو این نوار رو و گزینه بک‌گراند رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید چه اتفاقی افتاد، خودش در واقع اومد برش داد این آیفون ما رو و در واقع افتاد پشت سر مجسمه. حالا اینجا یه ایریز دارین که میتونید باهاش ترتمیز بکنید، مثلا جایی که اگه اشتباه کرده شما میتونید درستش بکنید این خطاش رو. این ترفند میتونه خیلی کاربردی باشه. حالا اگر که تصمیم دارید که این تغییرات اعمال بشه رو تصویرتون، کافیه که این تیک گزینه بالا رو بزنید و تمام. ممکنه که شما نیاز پیدا کنید که یه نوشته‌ای یا یه استیکر دیگه اضافه کنید به تصویرتون. اینجا کافیه که از اون پایین این گزینه به علاوه رو انتخاب کنید و از منویی که باز میشه میتونید عکس، نوشته، استیکر دیگه یا حتی یه سری آبجکت ها که تو اون گزینه آخر هستش به تصویرتون اضافه کنید. با این ابزارا کار کنید. اگر مشکلی، سوالی بود تو کامنت ها برامون بنویسین که ما بهتون پاسخ بدیم. پیشنهاد می‌کنم که اپلیکیشن پیکس آرت رو از سیب اپ دانلود کنید، به خاطر اینکه هیچ محدودیتی نداره و به راحتی میتونید از تمام ویژگی‌هاش استفاده کنید. توی قسمت‌های بعدی میریم سراغ ابزارهای دیگه پیکس آرت و اگه می‌خواید این ویدیوها رو از دست ندین، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدین و من شما رو توی ویدیوی بعدی می‌بینمتون.